وزیر معارف طالبان به رؤسای معارف کابل و سایر استانهای افغانستان دستور داده تا کتابخانه های تمامی مراکز آموزشی را نظارت و بررسی کنند. این مقام طالبان تأکید کرده که کتاب هایی که در تضاد با فقه حنفی باشند باید جمع‌آوری شوند. وزارت معارف طالبان روز دوشنبه 19 شهریور در خبرنامه ای اعلام کرده که این دستور از طریق یک گفتگوی ویدیویی به رؤسای معارف استانهای مختلف ارائه کرده است. این در حالی است که طالبان از زمان تسلط دوباره در افغانستان مضامین و کتابهای فقه جعفری در مدارس و دانشگاه ها را حذف کردند. علاوه بر جمع‌آوری کتاب‌های فقه جعفری، طالبان محدودیت‌های شدیدتری علیه شیعیان و هزاره‌ها اعمال کردند. برخی از این محدودیت‌ها از جمله محرومیت از حق برگزاری مراسم مذهبی، تعطیلی مساجد شیعیان و فشار بر نهادهای آموزشی مرتبط بوده است. این اقدامات طالبان نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر و آزادی مذهبی در افغانستان ایجاد کرده است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری این اقدامات را محکوم و خواستار پایان این تبعیض‌ها شدند. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ایسی ایتالیا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر نوری، دلیل رفتار دوگانه طالبان که از یک طرف متعهد میشوند که حقوق پیروان و سایر ادیان و مذاهب را به رسمیت بشناسند و از سوی دیگر این چنین برخورد میکنند چیست و آیا امکان تغییر رویکرد طالبان وجود دارد؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم شبکه امام حسین. در ارتباط با سؤالی که مطرح ساختید، این خبر واقعا خبر ناراحت کننده هست. البته این اقدامات از سوی طالبان علیه مذاهب غیر حنفی در افغانستان که پیروان مذهب شیعه جعفری را و شیعه اسماعیلی را حالا شامل میشه، بله، اقدامات علیه شیعیان در افغانستان از آغاز روی کار آمدن طالبان شروع شده و چنانچه پارسال بود که فرمانی از سوی وزیر تحصیلات طالبان نیز مطرح شد که در دانشگاه های افغانستان مضامین که مربوط به شیعیان است و اینا حذف شود و فقه شیعه جعفری در دانشگاه ها تدریس نشود و همچنین محدودیت هایی در زمان روی کار آمدن طالبان علیه شیعیان به مرور زمان وضع شده، از جمله محدودیت هایی که در مورد برگزاری مراسم محرم و امثال اینها بود. بله. و این در راستای همون اقداماتی است که به صورت سیستماتیک دارن محدودیت های وسیعی را علیه پیروان دیگر مذاهب از جمله شیعیان در افغانستان دارن طالبان وضع میکنند. بله. و ببینید، من میخوام اینجا مطلب را از اینجا شروع بکنم. پیروان مذاهب در هر کشوری که باشد باید باورهای مذهبی خودشان را آموزش ببینند. این حقشان است. یعنی شما در تمام کشورهای اسلامی که یک اقلیت از مذاهب اسلامی دارند، مثلا یک کشوری که اکثریتشان اهل سنت باشه و یک اقلیت از شیعه در اونجا زندگی بکنه مانند افغانستان، یا اکثریتشان شیعه باشه و اقلیتی از اهل سنت در اونجا زندگی بکنه، پیروان اون مذاهبی که در اقلیت هستن در تمام کشورهای اسلامی از این حق برخوردار هستن که فرزندانشان طبق آموزه های مذهبی مذهب خودشان تربیت شوند و آموزش ببینند. بله. اما متاسفانه در افغانستان طالبان این حق مذهبی و این آزادی مذهبی را از پیروان مذهب شیعه جعفری سلب کرده است. نمونش بله. همین دستور جمع‌آوری کتاب‌هایی که مخالف فقه حنفی هست از کتابخانه‌ها و مراکز آموزشی کشور. ممنونم از شما. و این کتاب‌ها دیگر کتابی عمدتاً کتاب‌هایی که
از نظر اونها مخالف فقه حنفی هست و مخالف باورهای فقه حنفی هست کتاب‌های فقه جعفری هست. بله. غیر از این حالا کتاب دیگه‌ای که در این کتابخانه ها وجود نداره. بله. و دارن کم کم اثر بر پیروان فقه جعفری در افغانستان تنگتر می کنن. متشکرم از شما. دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ECA ایتالیا.